Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salam arz mikonam khidmat hame shoma azizan khuban mehrbanan. الله رو سپاس که یک بار دیگر هم خدمت و توفیق خدمت نصیب راه ما شد در دیگری از برنامه های سفره دل. یک واژه اختراع کردم، دیگری از برنامه های سفره دل، و همچنان به همراه شما عزیزان هستیم در بررسی ادامه موضوع هفته های گذشته. و الله رو شاکریم که باز هم جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز در داخل استودیو مهمان ما و شما هستن، گرچه که خیلی وقتها میزبانی میکنن و دیگه برنامه مال خودشون اختیار دارن و ما مهمان هم بگیم میزبان هستن خودشون و افتخار دادن اومدن به سال حق. چند مدتی است که ما در خدمت جناب دکتر از نزدیک هستیم به همراه شما عزیزان و خوبان. من بین شما و جناب دکتر فاصله نمی اندازم، مستقیم میریم سراغ جناب دکتر و صحبت ابتدایی جناب دکتر رو با شما بینندگان عزیز میشنویم. بعد از خیر مقدم و خوش آمدگویی به جناب دکتر، خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون، لطف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاة والسلام على حبیبی و مولای رسول الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و خدمت همه دستاندرکاران شبکه. سخنان زیبا و شیوای استاد سلیمانی منو بیاد اون روزا مینداخت که جنگ بود، جنگ ایران و عراق بود، و هی بعضیا شعار میدادن که مثلا کربلا کربلا ما رو دارن، ما داریم میاییم. خب ما مجبورا دیگه میگفتیم پشت سرشون کربلا کربلا ما رو دارن میارن. و منم به هر حال استاد سلیمانی ما رو به زور میاره، بعد میگه خودشون اومدن و میزبانن. به هر حال در خدمتیم و سعادت از واقعا جای سعادت داره که استاد سلیمانی اجازه میدن تا بیاییم از نزدیک با شما عزیزان گپ شپی داشته باشیم و بتونیم بعضی از مشکلاتی که در جامعه هست رو با هم گرش رو باز کنیم. در خدمت شما هستم و سپاس از اینی که فرصت دادید. خدمت از ماست. زوری که جناب دکتر ازش صحبت میکنن همون شدت محبت خودشون نسبت به پرسنل به سال حق هست که این عزیز رو به جمع ما میپیوندند، و ما الله رو شاکریم به خاطر وجود همچین عزیزان و مهترانی در جمع خودمون. در برنامه های گذشته من گرچه دوست دارم با لبخند موضوع رو ادامه بدیم، اما موضوع صحبت ما و شما موضوعی است که وقتی که مطرح میشه دیگه مقداری از این لبخندها رو تحت شعاع قرار میده. موضوعی که شاید مناسب نباشه که انسان در هنگام مطرح کردن این موضوع لبخند بزنه، چون خوشایند نیست. موضوع تلخی به نام طلاق. ما در چند برنامه گذشته به امروی شما عزیزان بررسی داشتیم نسبت به دیدگاه صحیح نسبت به طلاق و تصور درست اندیشه اسلامی در موضوع طلاق و اینکه ما مسلمان ها دید ما نسبت به طلاق چگونه باشه. جناب دکتر اشاره مبسوطی داشتن به اینکه موضوع و پروژه و پروسه طلاق در مقایسه با ازدواج کمتر از اون، اگر بیشتر از اون نباشه کمتر از اون نیست، و اهمیتش و خود مراحل مختلفی رو که طی میکنه و تأنی و تدبر و تفکری که نیاز هست برای تصمیم گیری در موضوع طلاق. چرا که ازدواج نهایتش اگر به ثمر نرسید اینه که دو خانواده‌ای که قرار بود به هم وصل بشن وصل نشدن، اتفاق خاصی نمیفته، همون رابطه‌ای که تا دیروز داشتن همون رابطه رو همچنان دارند. و اما در موضوع طلاق وقتی که دو خانواده‌ای که به هم گره خوردن و وصل شدن و پیوند حاصل شده، یک پیمان بزرگ و غلیظ به تعبیر قرآن کریم گرفته شده، چه بسا که این پیوند پیوندهای دیگری رو هم در پی داشته، چه بسا که این پیوند ثمرات بسیار نازنینی به نام فرزند هم
به دنبال داشته و این کانون و درخت خانواده ثمر داده، میوه های نازنینی الان در جمع هستن که اینها هم طلاق چهره و طراوت و شادابی این عزیزان رو کدر خواهد کرد و اتفاقات بسیار زیادی و تبعات بسیار زیادی که طلاق علاوه بر این که بر خود افراد داره، بر دو همسر و زوجین و خانواده داره، بر جامعه داره، بر دوستان و آشنایان داره، بر خویشاوندان داره و این موارد را در برنامه‌های گذشته بون اشاره داشتیم. به عوامل و اسباب طلاق اشاره کردیم و پرداختیم و از جمله عوامل و اسباب طلاق دو مورد رو اشاره کردیم که جناب دکتر به صورت اختصار ان شاء الله باز بیشتر صحبت خواهند کرد در امروز. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاة والسلام علی حبیبی و مولای رسول الله. حقیقتش اصلا وقتی ما برمیگردیم به مسائل طلاق، استاد سلیمانی یکی از مهمترین اسبابش همون قضایای به سلام برطرف کردن نیازهاست که یک جملهش به سلام همون نیازهای جنسی هست که خب به هر حال بر مبنای نیازی بود که طلاق اصلا به سلام یا ازدواج صورت گرفت. خب اگر این نیاز برآورده نشد، خب یا فهم و درایت طرفین از شیوه به اصطلاح درست مثل این کسی که به اصطلاح نیاز به غذا داره، نیاز به آشامیدنی داره، باید این رو سیراب کرد یا گرسنگیش رو برطرف کرد. با حلوا حلوا گفتن هم دهن شیری نمیشه. خب این مسئله است که باید یه جوری باید حلش کرد، نه روش حرف زد، نه نمیدونم فلان اینا، بدون تعارف نیازی که باید برآورده بشه. یه جزءش خب فیزیکی هست، یه جزءش هم ابراز عاطفه هست و حتی در جزء ابراز عاطفه‌اش هم باید صداقت باشه. یعنی ما وقتی ما درسته که میگیم که سلا آقایون به خانماشون برسونن که دوستشون دارن، خانم‌ها به آقایون برسونن که دوستشون دارن، به همون شیوهایی که مثلا مناسب میدونن با همون، اما دروغ نگن. چون اگه دروغ گفتن باید اون چیزی که میگی ثابتش کنی. دروغ چیکار میکنه؟ شما یه حرفی میزنید پشت صحنه یه چیزی دیگه است. این در ملامح و شکل و قیافه و رفتار و ادای شما نمود نداره. نمود که نداشته باشه طرف میخوندش. میتونه که شما دارین به اصطلاح میخواهید گولش بزنید. این خیلی بدتر. تناقض گفتار با رفتار. دقیقاً. صحبت چیز دیگری است اما عمل چیز دیگری. این رو باید در عملش هم نشون بده که واقعا هم دیگر رو دوست دارن، نگران هم دیگه هستن، در پی به اصطلاح خوشبختی هم دیگه هستن. چون که اصلا قاعده ازدواج رو ما چنین معرفی کردیم. ازدواجی که قرآن کریم اون رو میگه میثاق غلیظ. بله. یک عهد و پیمان بسیار محکم. بسیار محکم. این عهد و پیمان بر مبنای قسم‌های هر یک به جدا از دیگری است. ما اونجا قسم نمی‌خوریم که اگه منو خوشبخت کرد من خوشبختش می‌کنم. اونجا میایم یک انگار که من میام عهد و پیمان می‌بندم با خدای خودم که من این رابطه‌ای که بر ما نبود، ما با هم نامحرم بودیم، با هم بیگانه بودیم، خدایا این سد بیگانگی رو از بین ما برطرف کن، ما رو بکن یک جسم بله. یک کیان، ما داخل یک پروسه میریم به این با این عهد و پیمان که من این خانم رو خوشبختش میکنم، این خانم هم با همین پیمان و عهدش با خداش که بار الها این روزی رو زن و مرد دو تا روزی هستن من. و مبنای این روزی چی هست؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوا و پرهیزگاری خداوند رو به اصطلاح مد نظر داشته باشه خداوند براش گشایشی میاره و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون جایی که اصلا گمانش نمیرفت خداوند بهش روزی میداد. اصلا در گمان نبود، شما اومدید ازدواج کردید با یه خانومی که به اصطلاح خداوند راه شما سبزش کرد، اصلا شاید با هم بیگانه بودید، شاید آشنا بودید، اصلا در تصورتون نبود که همین به اصطلاح همسر شما خواهد شد. این شما اومد خداوند این رو به اصطلاح براتون روزی رو آورد. حالا این روزی رو باید قدرشناسی کرد. قدردانی این روزی اینه که من بیام از این روزی به اصطلاح به بهترین وضع محافظت کنم، نیازهاشو برآورده کنم. اینی که طرف مقابل چیکار میکنه، برخوردش آیا واقعا درسته یا نیست،
این هرگز نباید باعث بشه که من با اون عهد و پیمان محکمی که بستم خیانت کنم. من یه عهد و پیمانی دارم که باید خودم رو به نسبت به اون متعهد بدونم. ولی اینکه طرف مقابل هیچ پایبندی نداشته باشه. پایبندی نکرد. خب چرا؟ چون رو باید در تصورمون داشته باشیم که روز قیامت بر اساس این عهد و پیمان از ما بازجویی میشه. حالا تصور کنیم که خداوند از ما بازجویی کرد که آقای فلانی، شما که عهد و پیمان بسته بودید، این میثاق غلیظ رو امضا کردی، خب شما چی کار کردی؟ این دیگه من بیام بگم خدای بارالها، شما خودت که میدونی اون طرف نه به من احترام داشت، نه مواظب من بود، نه به اصطلاح نیازهای منو برآورده کرد، ده حتما جواب به ما داده میشه که اونو ما برنامه حساب اون رو هم داریم، از اون بازجویی خواهیم کرد. اما شما خودت بگو شما چیکار کردی؟ پس هر یکی از ما وظیفه این رو داره. ببینید مبنای وظیفه و شناخت کی است؟ ببینید خداوند متعال میفرماید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینو کی میگه؟ یونس علیه السلام پیامبر هست، رفته به طرف قوم، این قوم حرفش رو نشنیدن، عصبانیش کردن، حالا قهر کرد گذاشتن. الان یونس علیه السلام قاعده کلی فرمول رو میدونه. فرمول الهی چی هست؟ و ما اصابک من سیئه فمن نفسه. که اگر مشکلی به وجود اومد، این مشکل از خودته. یونس الان داره برمیگردونه نوارو، بازبینی میکنم پرونده زندگیشو. پرونده بابا چی شد؟ یک مشکلی به وجود اومد، سبب این مشکل کیه؟ خداوند میگه که خودتی. و ما اصابک من سیئه فمن نفسه. هیچ مشکلی نمیاد مگر که و این البته یه نعمت بزرگ الهیست که سبب به اصطلاح مشکل خودمم. یعنی چی؟ یعنی کلید دست منه، خودم اسلام میکنم برمیگردم. خب یونس الان چیکار میکنه؟ میگه لا اله الا انت سبحانک، معذرت خواهی میکنه، توبه میکنه، بار میگرده. اینی کنت من الظالمین. نگفت که لا اله الا انت سبحانک، خدایا شما دیدید که دیگه اونا چه برخوردی با من داشتن، خب اونا این کار رو نمی کردن، حرف من رو میشنمیدن، آدم میشدن، مسرمون میشدن اینا، خب من دیگه عصبانی نمیشم، خب تحمل نکردم. نه اومد عذر تراشی بکنه، نگفت حواله کان من الظالمین، اومد گفت که من به خودم ظلم کردم. خب وقتی در پروسه ازدواج دقیقا همین مورد باید مد نظر داشته باشه که اگر مشکلی هست سببش منم، بهانه نذارم به صورت رو طرف مقابل، چون اگر من در پی حلم، حل کلیدش دست منه. این هم یه نعمت الهی. طرف واکنشی نشون داد، ببینم که اشتباه من چطور بود، کار من باعث شده که این واکنش به وجود بیاد. اگر همیشه ما ایراد رو گذاشتیم رو خودمون، مسائل حل میشه. اگر دنبال این گشتیم که ایراد رو بذاریم رو اون طرف مقابل، طرف حالت چی وجود میاد؟ هجومی می وجود میاد. تو این کارو کردی، تو احترام نداری، تو نمیدونم صحبت رو من بلند میگی. خب اون طرف مقابل چیکار میکنه؟ واکنش نشون میده. واکنش نشون میده. خودش دفاع میکنه. خب اینجا حل به وجود نمیاد. حل وقتی به وجود میاد، حتی اگر میخوایم یک مشکل رو حل کنیم، این مشکل رو مطرح کردن باید تفسیری باشه، حلاجیک کنیم چرا به وجود اومد، نه اینکه چرا این کارو کردی. در کل در پروسه زندگی، اصلا در قضیه زندگی، ما وقتی که با طرفی مشکل پیدا میکنیم، یادمون نره هممون از یک خاکی سرشته شدیم، یعنی هممون این لیوانیم. مشکل چی هست؟ مشکل این چیزی که داخل لیوان هست. الان که میخوایم اصلاح کنیم، این نیست که این لیوانو بگیریم بشکنیمش. اینه که این آبی که توش هست لجنه، نمیدونم خراب شده، فاسد شده، این رو اصلاحش کنیم. آن لیوانو خالی میکنیم، دوباره از اول پارش میکنیم. دقیقا همین کار. خالی کردن این، نظافت اینو کردن، به صورت تمیزش کردن، این وظیفه منه. اما اگر گذاشتم که طرف مقابل این کار رو بکنه، خب شاید نکرد. این یه موردش بود که به اصطلاح قضیه مسائل جنسی و اینا رو که به اصطلاح و گفتیم هم که اسبابش چی هست. بیشترین اسبابش اینه که انسان به چیزی به نام رضایت از
قضا و قدر خداوند، از نعمتی که خداوند داده نداره. ببینید در قضیه نعمت چه کسی سزاوار نعمت هست؟ الان خداوند متعال به شما یه نعمتی داده. الان شما نگاه کنید چقدرند نامه‌ای که میاد واقعا دل آدم میسوزه. چقدرند از خانم‌ها درانی که موندن و شوهر پیدا نکردن. چقدر ببین ما وقتی به زیر دستمون نگاه کنیم زندگی خیلی شیرین‌تر میشه. چقدرند از افرادی که ازدواج کردن طلاق داده شدن الان به سر خودشون میزنن که ای کاش صورت نمیگرفت. چقدرند از افرادی که ازدواج کردن با بهترین محبوبه خودشون بودن در کوتاه مدت طرف یکی از طرفین وفات کرد مونده. خب این آمار رو وقتی نگاه میکنیم، وضع حال خود اونا رو نگاه میکنیم، وضع خودمون رو میسنجیم، باید دیگه شکرگزار باشیم. این وقت خداوند متعال یه نعمتی. خب خداوند متعال به طرف 100 تا داد. یه طرفی هست که فکر میکنه اون با این 100 تا چیکار کنن. دقیقا شما دو تا فرزند دارید، به هر یکی 100 تا داد. یکی میگه که این 100 تا رو بزنم تو سرم، با اینکه کار من نمیشه، من چیکار میتونم بکنم؟ باید 1000 تا داشتم میبود که تا میگه کاری میتونستم بکنم برم میدم. خب طرف دیگه بچه دیگه چیکار میکنه؟ همون 100 تا رو میاد رو همون برنامه ریزی میکنه. خب کارش رو شروع میکنه، راضی هست و امید داره که بیشتر بیاد. من. اینی که همچنین برخوردی داره، خب خداوند بهش بیشتر و بیشتر میده. خب اما اون دیگه که نق زد و نمیدونم فلان کرد و اینا و دیگه کل مسئله رو خابون، اون دیگه لیاقت استحقاق بهترشو نداره. وقتی خداوند متعال به ما یه نعمتی داده، این نعمت رو قدردانی کنیم، اظهار رضایت بکنیم، ثابت کنیم برای خدامون که ما لیاقت این رو داریم و لیاقت بیشترش رو داریم. اینه که زندگی رشد میکنه، فضا هر روز بهتر و بهتر میشه و این به صلاح کشتی به سرمنزل سعادت میرسه. اما اگر نه، اومدیم ناشکری کردیم، چیکار کردیم ناشکری؟ اینه که بیام چرانی کنیم. اگر شما در این به صلاح بیماری افتادید، زشترین زن دنیا رو شیطان میاد اونقدر زینن لهم میکنه، اونقدر اون رو زیبا جلوه میده که شما اون رو بهتر از همسر خودت خواهید دید. ولو اینکه همسرش زیباتر از اونم باشه، ولو اینکه همسرش زیباتر باشه، اخلاقش بهتر باشه، فلان باشه، همیشه صدای دهل از دور خوش است. او یه تبلی است که شما نمیشناسید، یه هندونه ای است که باز نشده، این هندونه باز شده. حالا قدر این رو بدون تا نکنه که اون رو برداشتی، این رو از دست دادی، اون رو برداشتی، یه چیز دیگه سر در آورد. خب این موضوع. یه موضوع دیگه که هم انحرافات اخلاقی که در افراد پیدا میشه، اینم ضربه میزنه بر چی؟ روابط عاطفی و مسائل جنسی طرفین. اینی که به اصطلاح زیاد به فیلم‌های مستعجل نگاه میکنه و اینا نگاه میکنه، همینه. این باعث میشه که یک تصور غلطی در عقل باطنش درست بشه از روابط زناشویی. این تصور غلط و این چیزایی که تو فیلم‌ها میبینه و از واقعیت خیلی دور هست و هیچ ربطی با واقعیت نداره، این رو میخواد تکرار کنه، این رو میخواد تجربه کنه و میبینه که نمیتونه. یکی احساس میکنه که خودش مشکل جنسی داره، ضعف جنسی داره. یکی احساس میکنه که اون طرف مقابل اون رو برابر نمیکنه، طرف مقابل اصلا از این نیازم بیشتر نمیخواد. اما این احساس میکنه که نه، نیاز طرف مقابل رو ایفا نکرده، تو چشمای اون میخونه که نه، تو هنوز اون مردی که من میخوام نیستی. خب تو چشما زن، تو چشمای این شوهرش میخونه که نه، این شوهر به صلاف احساس میکنه که من اون در حالی که همچنین مسائل اصلا وجود نداره، چون که خودش فقط یک تصور باطن، چون که عقل باطنش رو اینطوری برنامه‌ریزی کرده با اون فیلم‌های مستهجن. این عقل باطن نمیتونه بین واقعیت و خیال فرق بذاره. عقل باطن اون چیزی رو که میشنوه یا اون چیزی رو که میبینه، حتی اگر غلط باشه، باش واکنش نشون میده. مگه نه ما میدونیم که فیلم آقا فیلمه، طرفی که جلوی ما تو فیلم کشته شد، تو سریال به اصطلاح امشب کشته شد، این تو سریال سال گذشته هم کشته شده بود. خب
همه میدونیم که بابا این فیلمه، داره بازی میکنه، اما تا دیدیم که کشته شد ما گریه میکنیم، میدونیم دروغه. با احساسات یک فیلم ما هم احساسمون تحریک میشه. دقیقاً. چرا؟ با اینکه میدونیم که کلا این همه صحنه سازیه و خود همون کسایی که بازی میکنن در این فیلم خودشون اینگونه نیستن، وضعیت زندگیشون کاملا متفاوته با اون چیزی که از جلوی دوربینه، اما تاثیر میپذیریم. چرا؟ چون که عقل باطن ما نمیتونه بین واقعیت و خیالات این رو فرق بذاره. دقیقاً همین طرف این به اصطلاح تو ذهنمون میشینه، همونطور که الان خیلی وقتا شده که مثلا ما نشستیم، طرف نشسته یهو یک واکنش نشون میده. چی شد؟ این اصلا دیشب فیلمی دیده بود، فیلم جنگی بود و فلان بود، الان نشسته یهو اون صحنه تداعی کرد. خب الان احساس کرد که تو همون فیلم باید مشت رو بزنه و زد. خب وقتی باش حرف میزنی میبینی که اوه این اصلا تو این باغ نبود. دقیقاً همین مورد در مسائل به اصطلاح روابط جنسی صورت میگیره و باعث میشه که افراد احساس کنند بیمارن در حالی که اصلا بیمار نیستن، احساس کنند که مشکل دارن در حالی که اصلا مشکل ندارن، یا اگر مشکل دارن خب مشکل هم حلی داره، هر بیماری درمانی داره، میتونن برن این مسئله رو حل کنن. یه مورد این بود که ما روش بحث کردیم و مورد دیگه قضیه خیانت همسران بود و اشاره هم کردیم که به اصطلاح اسبابی که باعث خیانت میشه یکیش همین به اصطلاح قضایای عدم اشباع مسائل عاطفی هست و خیلی وقتا هم برمیگرده باز هم به انحرافات اخلاقی که به صورت طرف میره به تماشای فیلم‌های جنسی و فیلم‌های به اصطلاح مستهجن باعث میشه که به اصطلاح طرف الگو برداری بخواد بکنه، میخواد که ثابت کنه که به اصطلاح مرده. خب با یک پاتوقی آشنا شده که همه حرفاشون همینه، این هم میخواد که نشون بده که منم از شما کم ندارم. خب همچنین خانم ها در همچنین فضای به اصطلاح آلوده‌ای وقتی قرار میگیرن، چه فیلم ها چه نمیدونم دوستان ناباب، و اساسا یه مشکل دیگه هم دارن که کمبود به اصطلاح فهم و درایت و تقوا و پرهیزگاری است، پایبندی به دینشون ضعیف هست، این باورهای دینیشون کمرنگ هست، همه اینها دست و دست هم میده طرف رو میکشونه به یه منجلابی که به اصطلاح یه منجلاب بسیار خطرناکی است و کشیده شدن مرد به این منجلاب خیلی آسان‌تر هست تا کشیده شدن زن، و این هم به خاطر همون فطرت خلقتی که خداوند متعال مردها رو آفریده، مردها به طبیعتشون تعددگرا هستن، تکثرگرایی رو کاملا ذاتشون اینجوری هست که به اصطلاح میتونن بیش از یک همسر داشته باشن، بیش از یک خانم رو دوست داشته باشن، تمایل بیش از یکی دارن. این در همونطور که اشاره کردیم پژوهش‌های علمی میگه که نه تنها در انسان‌ها، در حیوانات، در نمیدونم گیاهان، در حشرات، در همه موجودات این در جنس مذکر غالبا در همه حیوانات انسان هست، ذاتش هست. بله. در مقابل این جنس مؤنث هست، جنس مؤنث یا خانم ها اونها هم در همه طبیعت اونها اساسا تعددگرا نیستن، خداوند ذاتشون رو اینجور خلق کرده که با یک نفر وقتی دوستش داشته باشن قلبشون پر میشه و جایی دیگه برای کسی دیگه نمیمونه. تنها در مواردی که به اصطلاح انحراف هست که به اصطلاح زنی که همچنین حالتی پیدا کنه، این زنی است که چند مرحله از فساد رو طی کرده، چند مرحله از لغزش هایی که به اصطلاح هست و پاتوق زنها و نمیدونم فیلمها و نمیدونم خودش، یعنی خودش رو کشونده به مرحله ای که اون در قلبش شوهرش کمرنگ شده، حالا میخواد کسی دیگه رو به اصطلاح اونجا جا بده. این موردی هست که به اصطلاح ما بهش یک مورد بیماری است دیگه، یعنی واقعا هم هر دو موردش که در وجود ویروسی که در وجود این افراد هست کلا، یعنی به مراحل رسیده که دیگه کلا دیگه به بوی تعفنش بلند شده. دقیقاً. خب حالا جناب دکتر، ما درباره موضوع بحث خیانت همسر به همسر صحبت کردیم و عواملش و اسبابش. حالا بدون شک تحمل این مسئله آسان نیست برای هر انسان به حال سلیم الفطرتی. حالا سوای این که اصلا این شخص معتقد به یک باور و یک اعتقاد آسمانی باشه یا نباشه، حتی یک انسان سالم که همون انسانیت خودش رو داشته باشه، حتی
انسانی که شاید به خدا و روز قیامت هم اعتقاد نداره نمیتونه بپذیره که همسرش به هر حال یک فساد اخلاقی داره و در با وجود همسر باز به این افعال شنیع دست میزنه. اگر خدایی نکرد یک جایی همسری احساس کرد که همسرش مبتلا شده، حالا چه براش ثابت شد چه با اعتراف همسر، یک جایی بالاخره یک اتفاق افتاد و از طرف اعتراف کرد که یک خطایی از اون سر زده، آیا هر خیانتی در رابطه همسر با همسر معناش طلاق هست؟ یعنی بعد دیگه اینجا آخر خطه و بعد از این دیگه هیچ راه دیگری جز طلاق وجود نداره، یا نه هنوز هم راههایی برای جبران وجود داره؟ ببینید، ما یک قاعده کلی فرمول قرآنی گرفتیم که ما اصابک من سیئات فمن نفسی، یه مشکلی هست، یه بلایی هست اومده، باید ما از این دیدگاه نگاه کنیم. خب این تحملش آسون نیست، اما ما میخوام که طرفی که همچنین موردی براش پیش اومد فوراً چیکار کنه؟ یه تصور بیاره که این برای من به وجود نیومده، این مشکل من نیست، مشکل زن همسایه است. زن همسایه کشف کرده که به اصطلاح شوهرش با کسی دیگه رابطه داره، اومده پیش من با من مشوره میکنه. حالا من چی بهش جواب میدم؟ اینجاست که دیگه عقل کار خواهد کرد. این طرف اومده، حالا بهش چه بگم؟ بگم که بزن، بکوب، دعوا کن، خونه رو ول کن، برو. اگر این کارو بکنی، خب همین چیزی هست که شوهر اصلا در پیش هست. جناب دکتر، یه پرانتز باز کنیم قبل از این صحبت. الان این انتظار آیا انتظار سختی نیست که وقتی همسر خبر بشه که همسرش خیانت کرده و بیاد و این گونه تصور بکنه؟ خب این سادگی هم نمیشه که شخص بیاد تصور بکنه که خب این همسر من نیست و همسر همسایه همچین کاری کرده. واقعا تحملش آسون نیست و اجرا کردنش هم آسون نیست. چطور میتونه انسان همچین تصوری داشته باشه؟ کلن این یک فاجعه است. خب یک مصیبت بزرگیه که به اصطلاح اتفاق افتاده. حال الان ما این با این مصیبت چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بدترش کنیم یا میخوایم کنترلش کنیم؟ خب اگر ما بزنیم زن از خونه فرار کرد، بدتر از این هم وجود داره. اگر کسی گفت آخه بدتر از این چی میخواد بشه؟ همسر طرف رفته خیانت کرده به همسرش، حالا علل خصوص وقتی که خانم خدای نکرده مبتلا میشه به خیانتی، حالا اینجا بدتر از این دیگه برای مرد چی میخواد باشه که بدتر از این نالو بگیم بدتر از این وجود نداره؟ ببینید الان بعد یک معضله اتفاق افتاده. بدتر از این چی هست؟ بدتر از این پیامده هاش هست. چی مثلا؟ مثلا الان طرف خب احساس کرد که نهایت خط هست. خب تمام شد، زنه فرار کرد رفت خونه، به اصطلاح گذاشت رفت خونه مادرش، اتفاق افتاد، طلاق صورت میگیره، کل این بنیان گسیخته میشه، مرد در اون منجلابی که به اصطلاح افتاده بیشتر غرق میشه. خب هم زن ضایع شد هم مرد. اما چیکار میشه کرد؟ وقتی من میگم که تصور کنه که قصه مال من نیست، مال کسی دیگه است، تا خودش رو کنترل کنه. چون که ما همیشه برای دیگران حکیمی. الان شما برای زن صحبت میکنید، برای زن. زنی که احساس میکنه مردش خیانت کرد. دقیقاً. حالا باز به مرد برسیم، میخوام جزئیاتش بیشتر توضیح. برای این زن که به اصطلاح این مورد پیش اومده، همیشه هم زن و هم مرد ها برای دیگران همه حکیمن. میبینید که هر تو حرفی شد آقا فلانی نمیدونم گوشش بیخارونه، هر کسی دید یه نسخه میپیچه. ما برای دیگران، برای حل مشکلات دیگران خیلی خوب ماهریم که به اصطلاح نسخه بپیچیم. اینجاست که من میخوام برای خودم نسخه بپیچم. اولا نمیتونم از کسی دیگه کمک بگیرم، چون که درز پیدا کردن این خبر به خارج خودش باز یک مصیبت دیگه است. توف سر بالاست. خب الان چیکار باید بکنم؟ این وقتی که ببینم که بخوام برای کسی دیگه نسخه بپوشونم، اینجاست که دیگه من حلاجی میکنم. این زن همسر میگم که طلاق بگیره، اگه طلاق گرفتی این پیامد هاست. خب الان چیکار کنم؟ احساس کن که چرا این مورد به وجود اومده. خب اول بیا ببین که این مرد اعتراف کرده یا نه. مرد اعتراف نکرد، یعنی قبول نکرده. برای من همسر ثابت شده، ثابت ولی شده. مرد قبول نمی کنه. مرد قبول نمی کنه یا اصلا به اصطلاح زیر بار نمیره، زن نمیخواد که بشه برسونه، یا نمیدونه که چیکار کنه در این لحظه. آیا بهش بگه؟ نگه؟
حالا مونده که چیکار کنه؟ چطور مطرح کنه قضیه رو به شوهرش؟ اگر اصلا اعتراف کرد، پس این مرد به گناه خودش پی برده؟ نه، این اعتراف خب جناب دکتر، اعتراف یعنی چی؟ یعنی اون طرف بیاد بگه من اشتباه کردم، یا نه طرف بخواد بگه بله یه رابطه داشتم تموم شد دیگه، یک رابطه بود، یک لغزشی بود از من تموم شد. بعضی وقتا هست که اصلا زن نمیفهمه، مرد خودش میاد بیچاره درد دل میکنه. این مرد اون مردی که چیز است، توبه کرده، نیاز به کمک داره، خودش اومده با پای خودش اظهار پشیمانی میکنه که خانم من چی موردی به وجود اومد، شما اطلاع نداشتید من چی شد که الان من از این همچین مردایی نمیخوام که اصلا این حرفو بزنن. این کاری که مرد میکنه اشتباه است. اگه کسی پشیمون شده کاری کرده دیگه، حالا بین خودش و بین الله دیگه بین خود بین خودش این مسئله رو حل کنه، تکرارش نکنه، توبه کنه، بدترش نکنه، نیاد پیش زنش مطرحش نکنه. خب دیگه به صداقت و عذاب و وجدان اینا به نفعش نیست الان اینجا. نه، اینجا صداقت مطرح است، به صداقت با خداست. جز راست نباید گفت، هر راست نشاید. خب الان زن به اصطلاح به گونه‌ای کشف کرد، مرد میدونه که زن کشف کرده، اما اومد به اصطلاح یه غلطی بود و یک لغزشی بود و فلان. اینجا این طرف نیاز به کمک داره. حالا چه خودش اومد گفت، چه شما کشف کردید، اومد اعتراف کرد و به اصطلاح اینو باید کمکش کرد که توبهش کامل بشه، از این گناهی که سر زده ازش دوری بکنه و زن ببینه که چه سببی باعث شد دشیابی کنه که این طرف طرف مقابل چی دیده که در من ندیده. میاد میبینه که بله، من واقعا بچه ها زندگی منو پر کردن، نتونستم به اصطلاح به اون برسم، چش شوهرم رو پر نکردم. اصلا کلن یکی از مشکلاتی که به اصطلاح در مسائل زناشویی به وجود میاد اینه که زن و مرد همدیگر رو نمیشناسن. یعنی چی نمیشناسن؟ یعنی زن نمیدونه که این طرف مرده و مرد هم نمیدونه که این زنه، به این معنی که مرد فکر میکنه که با زن هم مثل اونه. یعنی تو اخلاق و رفتار و شخصیت اخلاق و رفتار و شخصیت زن، ذات زن غیر از ذات مرده، ذات مرد غیر از ذات زنه. زن فکر میکنه که با دوستش هست، مریم خانم فکر میکنه که این زینب خانم خودمون هست. چطور با زینب برخورد میکنه؟ دوتا زن هستند با هم، از مردش میخواد همینطوری باشه، این امکان نداره. چطور مرد به اصطلاح با زنش برخورد میکنه؟ فکر میکنه که اینم مثلا تو خوابگاه با محمود هم کلاسی بودیم، چطور زندگی میکردیم، این میخواد که همینجور دوستش باشه. امکان نداره. طبیعت ها ذات زن و مرد فرق میکنه. مثلا به طور مثال زن رو میشه گفت که ماشین دنده اتومات هست، اصلا نیاز نیست که شما دنده‌اش رو عوض کنید، خودش میره و میره و این یه قدرت خارق‌العاده است که خداوند به زنا داده. مرد ماشین دنده عادی است، خب دنده رو عوض می‌کنه تا وقت می‌گیره تا حرکت بیفته. مثلا زن رو می‌بینیم در یک آن داره بچه‌ش رو شیر میده، غذا رو گذاشته جلو روش، غذا هم می‌خوره، گوشی رو هم گذاشته جیبش، تو به اصطلاح چیش گوشش با مادرش داره حرف میزنه، گوش خب هم رایگان گیر آورده، باز در این حال مواظب بچه هاست که چطور بازی میکنن، تو زنش هم نقشه میکشن، تو چی هم مواظب است که غذا رو روی به اصطلاح چی گذاشته، روی اجاق گذاشته، دماغش هی بو میکنه که اونجا بوی، یعنی یک موجود واقعا زن، یک موجود خارق العاده است. خب قابل توجه خانم ها. اصلا ببین مرد سرما خورد افتاده تو خونه، نه سر کار میره، نه کار به کار به بچه‌ها داره، نه هیچی، اعصابش خورد، دعوا با خودش دعوا داره. اینو راست گفته. هیچ نه. زن سرما خورده. بچه‌ها مریضن، داره تیمارداری میکنه، داره از همسرش هم به سر پرستاری میکنه، خونه رو همون طوری که میچرخونه، بیماریشو هم تحمل میکنه. دیدید که یهو همه خانواده این ویروس میاد، همه خانواده میافتن. همه افتادن. اما کسی که خانم خونه واقعا داره کار میکنه، یک عرض ارادت نسبت به همه خواهر واقعا. خب در مقابل مرد نه، مرد مثلا نیاز به وقت داره تا داخل فضا بشه. خب مرد از بیرون میاد، ببین همین زنی که همه این کارا رو داره میکنه، شوهرش اومد دیگه، از یه نقطه به نقطه دیگه مباشرتا میپره، تا اومد شروع میکنه که
گزارش میده که من اینجا به اصطلاح همه این کارا رو کردم، بچه فلان کرد، فلان ببینید چیکار کرد و فلان کرد و فلان کرد. درد دل میکنه. درد دل میکنه. حالا مرد اصلا بیرون بوده، از بیرون اومده، این وقت میخواد که داخل این فضا بشه تا موتور گرم شه، طول میکشه. حقیقت است. نه شما خیلی وقتا شما رفتید به خانمتون این مهمونی خونه کسی، خب بعد خانمت میاد میگه که دیدی اون پرده‌هاشون یه مقدار پاره پوره نبود؟ البته آه، فرش خونه چی؟ شما رفتید اومدید اصلا غیر از غذا رو ندیدید. غذا رو تازه نفهمیدیم چه خوردیم. تازه نفهمیدید چند مورد غذا بود و چی خوردید. خب زن هم غذا رو دید، هم پرده ها رو دید، هم نمیدونم فلان رو دید، یه چیزایی دید که اصلا تمام صحبت ها رو هم ذخیره کرد تو ذهنش، یکی یکی فلان اینجوری گفت، فلان اینجوری گفت، فلان اینجوری. قدرت خارق العاده رو خانم‌ها دارن. اما وقتی که استفادهش، خب این کانون رو یک زن با یه زن دیگه میتونه کلا همدیگه رو بفهمن و قضیه حله. اما وقتی میخواد مردش هم مثل خودش باشه، اونجاست دیگه دچار مشکل میشه. میاد بابا این اصلا به من توجه نمیکنه، نمیفهمه من چیکار میکنم، فلان میکنم. بابا دست بردار، بذار این دندهش کار بیفته، حرکت در بیفته. در مقابل مرد، مردی که باز به اصطلاح دنده عادی است، خب اومده تو خونه، زن رو با همین حال میبینه، داغون میشه و از چی کوره در میاد. نه بابا، بذار این اوتوماته، این قدرتش زیاد است. کلا جبه دندهش کار نمیکنه مرد. ببین آقایون مثلا موردی که پیش میاد به سلام، زن وقتی که عصبانی است، وقتی که ناراحته، طبیعت زن هست، ذات زن هست، با صدای بلند فکر میکنه، یعنی ناراحته اینا میخواد حرف بزنه، میخواد حرف بزنه. اینجاست که زن، شوهر باید بدونه که این ذاتش اینجوریه، باید گوش کنه. حالا حرفای چرند میزنه، نمیدونم فلان، گوش کن، بهش احساس بده که داری باش همراهی، گوش میکنه، اهمیت میدی بهش. در مقابل نه، مرد اینطور نیست. مرد اگر، یعنی زن میخواد که کسی گوشش کنه، مرد وقتی که عصبانی است یا ناراحتی میخواد تنها باشه، چون که صدای فکرش رو خودش هم شاید نشنوه، تنهایی است. یعنی تصور کنید آقای اومد از خونه، از بیرون ناراحت، چرا؟ چون که اصلا طبیعت باز مرد در خارج از خونه طبیعت رقابتی هست، ذات مرد اینجوری هست، رقابت داره با دوستاش، با همکاراش، با فضایی که توش هست، میخواد که از دیگرا جلو بزنه، در تجارتش، در بازارش، در هر کاری که هست، همش در حال تعالی و پیشرفت و رشده. این برای مرد مهمه که چیزی تقدیم کنه، کاری کرده باشه. برای زن نه، زن حتی در خارج از خونه طبیعتش برقراری روابط هست، محبت درست کردن هست با کسی که رفت و آمد میکنه، یه نوع صداقت و خوبی و نمیدونم روابط ایجاد بشه فلان. حالا مردی که با این طبیعت رقابت داره یعنی چی؟ یعنی در خارج از خانه کل اون شارژش رو خالی کرده، تخلیه کرده. الان زن ازش میخواد که حرف بزنه، نمیتونه. وقتی اومد بذارش کم راحت بشه، استراحت کرده، نفسی کشه، تو فضا بیاد، احساس کنه که فضا عوض شده، اون وقت را میفته. الان اگر ناراحت بود، ناراحت که بود میاد عصباش خورده، میاد میشینه. خب زنش میاد احوال پرسی اینا اشاره میکنه که بذار، اگر زن اینجا واسه رو طبیعت مرد رو نفهمه چیکار میکنه؟ بله اینجا واسه من قبرستان، بیرون که هستی، الان که تو خونه میومدی با موبایلت با آقای سلیمانی چهچه میزدی، الان که اومدی اینجا دیگه من سربار شدم، من شدم دیگه نمیدونم اینجا گورستان و منم مرده و فلان و الان. باز خدا نکنه که خانم قبلش هم یه چیزی آماده کرده باشه، کلوچه‌ای، کیک، شیرینی، چایی، غذایی، منتظر باشه که مرد بیاد و تعریف بکنه دستپختش. این اصلا دیگه تو بحر نیست، اصلا نه غذاشو میبینه نه خودشو میبینه اصلا. بعضی از زنا دیگه به صورت عصبانی میشن که من این همه خودم رو آرایش کردم، ندید. چون این یه چیزای دیگه اینو ذهنشو مشغول کرد، بذارید توی دنیای دیگه است، این توی دنیا دقیقاً میخواد الان فکر کنه، بذارید راحت باشه. تنها میخوای بیرونش کنی، میخوای کمکش کنی، باید طبیعتش رو بدونی. میای یه کم دیدی که نشست، به حال خودش میذاری، فوقش چی یه دعایی میکنی، ان شاء الله خداوند خیر میکنه، به دل نگیر. بعد میبینی مثلا یه نوشیدنی چیزی
میاری جلوش میزنی، یک دو تا لیوان هم نمیاری یه لیوان میاری، چون نباید کنارش بشین، میاری میذاری خب میگی نه بخور یکم به صلاح حالت به جا بیاد. و هیچ، خداوند کریم هست، زندگی به صلاح جزر و مد داره، پستی بلندی داره و میره بیرون، نه نشینه اونجا بذاره که این بیاد تو جو قرار بگیره، موتورش را بیفته. خب یکم بعد دو تا چای میاره کنارش میشینه، چای اونجا میذاره مال اونو، خودش مال خودشو میگیره و هیچ حرف نزن، بذار که اون بسیار کم کم دوران بگیره، به حرکت در بیاد، موتورش نیاز به وقت داره. خب همونجا که تو چای تو میخوری میگه که مثلا میگه که تا من کنارت هستم خداوند با ماست، غمی چی داریم، هر مشکلی رو با هم میگذرونیم. اینجاست که طرف را میفتاد، را نیفتاد هیچی، چای تو بخور برو دنبال کاره، هول نده دیگه، ماشین نده دیگه، و ازش نخواه که بگه که چی مشکل چی. فوقش بعد از مدتی میدونی که اون مثلا از فلان شخص خوشش میاد، با اون رفت آمد میکنه، کیف میکنه، میگه دیر وقته که خونه فلانی نرفتیم، ما چطور بریم امشب یک سری به فلانی بزنیم. دیده که مرد داغ کرد، این تازه من فهمیدم که این آدم نیست، این آدم بیشعور، نمیدن نفهم فلان، الان کشف کردی که اصلا سبب قضیه اصل مشکل کجاست. دیگه روش ویراج نمیدی، میوی چیکار میکنی؟ از این فضا رو عوض میکنی. راستی امروز صبح مامان زنگ زده بود، اونم نگران بود، میگفت که شما به ما سر نزدید، چطور بریم به سری به مامان بزنیم؟ کلن از اون فضایی که هست میخوای بیرونش کن. وقتی که زن طبیعت مرد رو دونست میتونه قضایه رو حل کنه، وقتی که مرد طبیعت زن رو دونست میتونه قضایه رو حل کنه. الان در موارد همچنینی که به اصطلاح ما تبعای هم دیگر رو دونستیم، حل کردن قضایای به اصطلاح خیانت هم راحت هست، میدونی که نیاز طرف چی هست که من توش کوتاهی کردم، با اون نیاز رقابت کن، جای اون رو پر کن. جای خالی بوده که مرد احساس کرده جای دیگه خالی گذاشتید، اون رفته به اصطلاح جای دیگه. به اصطلاح نیاز به محبت، هر انسانی نیاز به محبت داره. خب مرد رو شما این به این مرحله اشباش نکردی، رفت جای دیگه پیداش کرد، جای رو خالی گذاشتی، کسی دیگه پرش کرد، الان با اون کس باید رقابت کن. اگر در خوشگلی، در شیوه برخورده، نمیدونم در تعامل هست، در نمیدونم ژست دادن و روشنگری و نمیدونم، طرف چی میخواد این رو باید بدونی. خب اما نه، یه موردی هست که میبینی که نه، این با یه فرد رابطه نداره، با مجموعه ای از زنها رابطه داره، این دیگه اون فردی نیست که به اصطلاح بشه به سادگی حل کرد، این یه فردی که توی منجلاب هرزه افتاده. الان زن دو را پیش داره، یا اینی که واقعا در خودش این احساس رو میکنه که اینو از این منجلاب باید نجات داد و از اهرم‌های دیگه اجتماعی هم استفاده کرد، اینجا دیگه راهی نیست که دیگه شما صبر کنید، چون که این در یک فضایی افتاده که امروز یا فردا به اصطلاح پرده دریده خواهد شد و شاید هم دریده شده بیرون، شما خبر نیستید. وقتی که بیش از یه نفر شد، روابط شد، حتما این از درز کرده و به هر حال مردم به خانواده شما، به شیوه شما، به بدی نگاه میکنن و حتی شما هم زیر سوال میری چشم مردم. اینجاست که یا طرف رو میاری، پدر مادرش، اهرم‌های اجتماعی هست، همه کاسه کوزه رو میریزی روی هم که همه بدونن که مشکل این طرف چی هست و حل کنن، یا اینی که به سادگی و به راحتی وقتی میدونی که نمیتونی و زندگی با این امکان نیست و این کل خانواده رو به هم میرزه، اینجاست که خداوند مطور راه حل دیگه برای زنها، همونطور که برای مردها و طلاق رو گذاشته، برای زنها خلع رو گذاشته، تقاضای طلاق با تنازل از بخش از حقوق، اگر تونست به صلاح این مسائل رو حتی اگر قانونی حل کنه، همیشه خلع با تنازل از چی نیست، به صلاح حقش نیست، تا رفت اون رو بابا، این اینه که زندگی رو خراب کرده.
وقتی که طرف مقصر باشه اون موقع دیگه بحث فهم میکنه. اینجاست که به اصطلاح این مسائل رو باید هر پرونده رو به همین دید که پرونده من نیست اون رو وقتی بررسی کنیم، بیا راه حلی میتونیم یه نسخه برای راه حل بپیچیم، و الا نه، و الا ما یک حرکتی میکنیم که پیامدهاش بدتر از به اصطلاح موردی که توش مورد. هستیم به اصطلاح از چاله میفتیم تو چاه. دقیقا. حالا جناب دکتر یک سوال پیش میاد، خانومی خب شوهرش اومد در همون حالتی که حالا اونقدر به هر حال فساد به جایی نرسیده که به چند نفر رسیده باشه، اون که دیگه وضعیتش واقعا حاده و نمیشه به تنهایی کار کنه، یک نفری اشتباهی کرده اومده، الان این دلهوره در دل خانم هنوز هست که نکنه این ارتباط دوباره صورت بگیره، الان شاید این سوال رو داشته باشه که چطور من اعتماد بکنم بهش، در حالی که مثلا اون شخصی که من میدونم باش رابطه‌ای داشته اون در محیط کارشه، اون در محیط و فضایی هست که این در طول روز هفته مثلا با اون سلام علیک داره مراوده داره و احتمال داره که دوباره این اتفاق بیفته، من چطور میتونم به این اعتماد بکنم و دوباره اشتباهی رو که یک بار مثلا از یک سوراخی که یک بار گزیده شدم دوباره همین اشتباه رو تکرار بکنم؟ این ببینید، حل این مشکل کلید همیشه کلید مشکل دست ماست. خب الان که کلید دست خود خانم هست، حتی در مسائلی که مثلا میخواد تذکر بده، به جای اینکه بیاد بهش بگه بهش برسونه، یکی از چیزایی که مرد بی‌نهایت ازش متنفره اینه که احساس کنه که همسرش روش اعتماد نداره. خب حتی اگر لغزش ازش صورت گرفت، همیشه میخواد وقتی که حرفی زد دیگه حرفش باور بشه. خب وقتی که اعتماد طرف لغزش است ازش آشکارا سرزده، چطور بهش اعتماد کنه؟ الان این زن باید حتی در حل این مشکل باید همون قضیه که به اصطلاح قضیه من نیست براش به اصطلاح نسخه بپیچونه. هر چند وقتی میخواد که به زن به شوهرش برسونه که همچنین تصرف شما به اصطلاح باعث میشه که اعتماد من کم رنگ تر بشه. بله. نیاد اینو بهش بگه. چی میگه؟ بگه که مثلا یک فیلم بازی کنه با طرف داخل خونه اومد، تلفن دستش گرفته، باشه باشه عزیزم من الان شوهرم اومد باش مشوره میکنم به شما میگم. خب چیه؟ مثلا چیه؟ یکی بنده خداییه که از خانم هاست، نمیخواد که اسمش رو ببرم. خب این شوهرش توی اداره ای کار میکنه، با یه خانمی به اصطلاح گرم شده و فلان و از این حرفا، و در حالی که زنش این ویژگی ها رو داره، زن خانم خانواده هست، نمیدونم از یه خانواده، همون ویژگی هایی که خودش داره رو از زمانی که دیگه میگه مطرح میکنه تا اگر این فراموش کرده یاداوری بشه و اون مشکلی که در همسرش دیده این رو انعکاس بده در فردی دیگر. خب خانم یک همچنین خانم نجیبی، زنش همچنین، شوهرش همچنین کارهایی میکنه، حالا به نظر شما چه باید بکنه؟ تننگوری میزنمش. الان این چون که به اصطلاح قضیه اون نیست، مرد احساس میکنه این مشکل اون نیست، مشکل یک کسی دیگه است، الان یک نسخه حکیمانه میپیچونه براش. نه، این باید جلوش گرفته بشه، باید فلان کنه، اعلان کنه، فلان. خب زن در همین اصلا که تاییدش میکنه، واقعا راست گفتید ها، و نشون بده خدا الحمدلله که ما همچین مشکلی رو نداریم، اینقدر من تو رو دوست دارم، اینقدر بز ببره چیزش کنه که این مشکلات الحمدلله خدا رو شکر کنیم که در خونه ما همچین مواردی نیست، اگر میبود ما چی کار میکرد؟ خدا رو شکر کنیم، همش از به اصطلاح دعای پدر مادرمونه. این مرد خود به خود اصلاح میشه. اگه کم این ذهنه به کار بیفته و احساساتی تصمیم نگیریم، خیلی از مشکلات میشه حل کرد. دقیقاً. وقتی من اصرار دارم که احساس کن که آقا این مشکل از کسی دیگه است. حتی الامکان انسان خودش قبل از اینکه بالاخره طلاق دادن که بالاخره اون که آخرین کاره دیگه. بله، حتی اگر طلاق داد چیکار باید بکنه؟ باز هم آقا باید طلاق، ما گفتیم که چه دردسری هست، مراحلی داره. اگر تو همون طلاق هم قرار رو بده، باید همین راه رو بگیم. تو این مراحل وقتی افتادیم، باز خود همین مرحله طی مرحله طلاق خودش درمان هست.
اینی که این مرحله رو خداوند متعال گذاشته، خداوندی که این مرحله رو گذاشته اسمش هست الحکیم، این رو الحکیم گذاشته. خود این مراحل طلاق درمان بسیاری از مشکلات. مرغ زیرک چون به دام افتاد تحمل بایدش. ممنونم جناب دکتر. به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم. همچنان ما موضوع رو با شما عزیزان ادامه خواهیم داد در باره این موضوع که آیا هر فساد اخلاقی اگر مشاهده شد، خدای نکره در قانونی از خانواده، آیا معناش این است که مستقیم باید به سراغ طلاق رفت یا نه هنوز راهی هست؟ با ما باشید. صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا أيجزع من يرى في الصدر بابا إلى الفردوس يوصل من أراد أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أراد سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روح الشرود سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روح الشرود فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا لئن جحد الخليل سنين باذلي سأغفرها له وله وعود فلم أخلق سوى للبدل حتى ولو جحد الذي كنا نجود لئن جحد الخليل سنين باذلي سأغفرها له وله وعود فلم أخلق سوى للبدل حتى ولو جحد الذي كنا نجود صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا صبرا ولو زاد البلاء بهم لزادوا أرى الرحمات تنزل إن عفونا وترفع إن بدا منا الجحود أرى الرحمات تنزل إن عفونا وترفع إن بدا منا الجحود سأبذل من حظوظ النفس حظي مظنة جنة عليا أريد وأشهد خالقي يا من يراني ويعرف ما يخبئه الفؤاد سأبذل من حظوظ النفس حظي مظنة جنة عليا أريد وأشهد خالقي يا من يراني ويعرف ما يخبئه الفؤاد صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد
الصبر للأحرار زادوا، ولو زاد البلاء بهم لزادوا. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا؟ أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا؟ سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لو عات قلبي وأغسل بالبكى روح الشرود. سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لو عات قلبي وأغسل بالبكى روح الشرود. صبرا. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با موضوع عوامل طلاق در خدمت شما عزیزان هستیم. بررسی آنچه که سرانجامش به طلاق میکشه، آیا فلفور باید به طلاق اندیشید یا نه هنوز راههایی هست قبل از اینکه به طلاق انسان برسه. و یکی از عوامل و اسباب طلاق رو ذکر کردیم که مسئله خیانت همسرها به همدیگه هست و مسئله ای که یکی از همسران متوجه خیانت همسر خودش میشه. جناب دکتر راه حل‌هایی رو پیشنهاد فرمودن درباره موردی که در اون خواهری خدای نکرده متوجه بشه که شوهرش دچار یک خیانت اخلاقی شده. حالا جناب دکتر، من در مورد عکسش که خب خیلی حادتره و تحمل شاید حداقل، گرچه که در میزان شر جرم همون جرمه، یعنی خب همون جرمی که برای مرد هست همون برای زن هم همون قدر جرم هست، اما در عرف جامعه ما چندین برابر جرمش و سنگین‌تر مسئله خیانت زن به شوهرش. اگر خدای نکرده یک مردی حالا با همچین مصیبتی گرفتار شد، چه پیشنهادی برش دارید؟ ببینید، درست است که هر دوتا جنایت هست و جرم هست، اما به همون به اصطلاح طبیعت ذات مرد و زنی که قبلا بهش اشاره شد، در هم خانم ها این یه مقداری حادتر هست یا خیلی حادتر هست، چون که به اصطلاح این پدیده در خانم ها نباید به وجود بیاد به خاطر اینکه به اصطلاح قلبشون باید پرشه. الان موردی پیش اومد. خب این مورد اولا اگر مورد شک هست، همچین موردی شاید حقیقت نداشته باشه، یعنی بعضی از تصرفات زن باعث شده که شوهر شک کنه، خب باز هم راه حل چی هست برای اصلاحش؟ برای اصلاحش اینه که شوهر بیاد همچنین نقشی رو که زن بازی کرد در اول بازی کنه، با زنش مشوره بکنه که به اصطلاح یکی از همکارا زنش این تصرفات رو داره و اون بنده خدا به شک افتاده. حالا شما در مسائل زنا، شما خوب زنید، شما بهتر میفهمید، شما به نظر شما چه کار باید بکنه؟ خب دیگه الان این شروع کرده به شکی هست یا احساس میکنه که بنا به دلایلی رابطه همسرش با بعضی از خانم‌هایی که اصلا مورددار هستن، یا تأثیر پذیری همسرش از
بعضی از رسانه ها و نمیدونم که همچین موارد رو بسیار براش تطبیقات میکنند و اینا زینت میدن، این باعث شده. خب با اون این مسائل رو مطرح میکنه و در این حال بس زبونش در میاره که این مسائل به نظر شما سببش چیه؟ اون هدف خب؟ چی از مطرح کردن این هدف صحبت؟ اینه که اینی که به اصطلاح داره در حال شکی رو داره بارور میکنه یا احتمال هست که به یک لغزشی مبتلا بشه، این رو چطور اصلاحش کنه؟ یه مورد است. خب تا هم شکش برطرف بشه، هم طرف رو نجات بده از یک به اصطلاح پرتگاهی که داره خودشو میندازه. و عواملی که به اصطلاح احساس میکنه که این انحراف رو داره به وجود میاره، این عوامل رو با جدیت از سر راه برداره. مثلا میدونه که به اصطلاح همسرش با فلان و فلانی رابطه داره، اونا یا افراد موردداری هستن یا افرادی هستن که مناسب نیستن. خب این رو با صراحت با همسرش مطرح میکنه، اگر نیاز بود حتی با اونا هم مطرح میکنه که خانم فلانی به هر حال ما زیاد خوشمون نمیاد که شما زیاد خونه ما تشریف بیارید. در این مسائل جدیت باید باشه، گرچه خود همین لحن صحبت مناسب نیست، اما بین بد و بدتر دیگه باید بد انتخاب کنه. حکایت جراحی یک عضوه. دقیقاً. حتی اگر اون طرف مقابل خواهر خانمت باشه، حتی اگر اون طرف مقابل یکی به اصطلاح خیشی باشه. ببینید روابط ما با همه خیشان بر مبنای ذوب شدن نیست. یعنی چی؟ بر مبنای احترام هست، بر مبنای به اصطلاح متقابل، احترام متقابل هست، بر مبنای صله رحمی هست. هر یکی از اطرافیان خیشان به تناسبی با ما بر ما حق دارن، این حق رو من ادا کردم، بیشترش اگر نیاز من بود و برای زندگی من خوبه ادامه میدم، بیشترش میرم، حتی یه خانواده میشیم، زوب میشیم، برای همدیگه میمیریم. خب نخیر، طرف راه زندگیش رو یه جوری دیگه میخواد به صلاح بچرخونه. برادر هست، حق برادری داره، بیشتر از این نه. خب نمیدونم خواهر هست همینطور، وصله ناجوره. ببینید ما یه چیزی هست که به صلاح این رو باید در مسائل نفسی این رو بخونیم. همونطور که مثلا همیشه به صلاح اشاره میکنم که خداوند متعال قرآن کریم رو وقتی آخرین سوره میاد، قل اعوذ برب الناس، خب وسواس الخناس، این وسوسه شیطانی که میچرخه یا از من الجنت هست یا از الناس. جنی هست یا انسان ها؟ یا شیطان های به صلاح انسی، انسان نما. این شیطان انسان نما یعنی این نیست که به صلاح طرف شیطان هست، من بگم که فلانی شیطان هست، نه، فلانی مشکل داره، در رفتارش مشکل داره، میاد تا میاد آتش بیار معرکه است. میاد نمیدونم به هر چیزی گیر میده. یه چیزایی هست که در زندگی شما اصلا مطرح نیست، شاید ایراد باشه، شاید نمیدونم کمبود باشه، برای شما کمبود نیست. کاش کنار اومدیم. بابا من یک کفشی دارم 5 سال میپوشم، بهترین کفش واسه من، مشکل باش نداره، هیچ اصلا احساس نکردم که این 5 سال من دارم میپوشمش و مشکل داره. انگار پرادو سوارم. اومد به صلاح رفیق گفت این همونیه که روز ازدواجش خریده بودی. بابا این دیگه چه وضعته؟ یعنی تو واسه خود شوهر نداری که برای دیگه کفش بتونه بخره؟ شوهر من از 3 ماه یه کفش میخره. الان ایش به صلاح ذهن خانم عوض شد. عجب راست میگم. یعنی من اینقدر شوهرم بیارزش هستم؟ وقتی دیدی که همچین کسی داره به صلاح گرد و خاک میکنه تو فضا، فورا جلوش رو میگیری. خانم خواهشن با این فرد وقتی اومد خونه بهش بگو جناب تو مسائل این چونی ما دخالت نکن. با جاورقو جمعش میکنه. ما دقیقاً ما این تلویزیونی که داریم باش خیلی هم خوشیم، میتونی به صلاح اصلا این وظیفه زن بود یا وظیفه مرد هست که در کسی که همچنین دخالتی هم میگه فوراً جلوش رو بگیره. این کار رو نکرد، طرف دوم این معادله زن یا مرد این جلو رو بگیره. حتی اگر زن مجبور شد که به صلاح یک کسی هست، یک آقایی هست، به صلاح به شوهرش بگه با فلانی رفت آمد نکن،
این رفتار با شما فلانی این مسائل رو به وجود میاره. مگه اون نگفت؟ اون این حرفا رو گفته؟ شوهر میاد میگه که آ واقعا این چه وضعشه، فلانی میگه که فلانی میگه این رو باید بندش کنی. دیدی نمیشه، تلفن میکنی به همسرش، خواهر فلانی شوهرت میاد و یه چیزایی میگه، خواهشن بهش بگو اگر میخوای که روابط ما صمیمی بمونه در مسائل ما دخالت نده. این مسائل رو اینجوری جلوشو بگیریم. در این قضايا باید قاطع باش، قاطع باش. خب الان اومد زن اعتراف کرد که یه موردی پیش اومده، یا مرد کشف کرد و این رو جلوی رو گذاشت، که بیشتر این موارد از وسوسه های شیطان است. بینید هیچ زن عاقلی نمیره زندگی خودش رو داغون کنه. زن از مرد چی میخواد؟ زن از مرد دو چیز میخواد، یکی احساس امنیت، یکی محبت. الان مرد این دوتا مورد رو رعایت کنه، هیچ وقت زنش به انحراف کشیده نمیشه. البته اون قسمت پایبندی دین و جو خانه رو جو دینی کردن، اسباب انحراف رو خوش کردن در اون فضا، در همون فضایی که تو خونه اگر شما آوردید، نمیدونم هر روز دارید فیلم مستعجن نگاه میکنید یا خانمت نگاه میکنه، دیگه انتظار اینو هم نداشته باشید که این فاطمه زهرا در بیاد. شبکه هایی نگاه میکنه که همش فیلم هایی که دارن نشون میدن، فیلمی که دوست دختر و دوست پسر و این با اون دوست و اون با این دوست، دیگه انتظار نداشته باش خانمت با کسی دیگه رفیق نشه. دقیقاً. چرا؟ چی نه صبح مثلا تا شبش داره با این فیلم ها میچرخه، صبح تا شبش این فیلم ها میچرخه. این یه عقلی رو، یه عقل باطنی رو براش برنامه‌ریزی معینی میکنه، مثل یک کامپیوتر. کامپیوتر رو شما خب برنامه این جریان میدید. در زنش از بین میره، براش چیز عادی میشه، خیلی عادی میشه. نمیدونم ببینید خیلی چیزا میشه، خیلی در روستا میشه، ارزش میشه حتی کاملا در روستا چیزی هست که بسیار بده، زشته، ننگه. ما هم که از روستا اومدیم این برای ما ننگ بود، زشت بود. اومدیم تو شهر روزای اول خیلی بدیم اومد، واکنش نشون میدیم، واکنش نشون میدادیم، بعد از مدتی عادی شد. میدیدیم احساس گناه نمیکردیم، بعد از مدتی خودمون انجام دادیم، انجام میدیم. اون یه چیز طبیعی است. دقیقاً همین چیزی که به اصطلاح ما داریم از به اصطلاح رسانه‌ها میگیریم و از فیلم‌های مستعجن، این کانال‌ها رو و این کانال‌های فساد رو باید خوش کرد. آقا شما چا میکنی افتادی توش، دیگه از کی میخوای بنالی؟ چون میتونی پرانتز باز کنه، به خاطر اینکه متاسفانه من با عرض پوزش از عزیزان، خیلی از عزیزان مبتلا هستن به این مشکل، دیدن کانال هایی که حالا تعبیر مستهجن، شاید منو بخوام یک پرانتز باز کنیم، شاید بعضی از عزیزان فکر بکنن منظور از مستهجن این است که حتما باید یک صحنه دیگه حد اعلایی در اون فیلم باشه که بگی منظور مستهجن هست. خیلی از فیلم هایی که نشون داده میشه وقتی که صحبت میشه در میگه خب حالا زیاد چیزی نداره، فقط طرف سرش لخته و مثلا آستینش فقط یک کمی کوتاه‌تره، دیگه مورد خاصی دیگه تو فیلم نیست. اما وقتی که مشاهده میکنیم داستان از اول تا آخر داستان و حکایتایی که تو این سریال ها و فیلم ها پخش میشه همش در همین دایره میچرخه، یعنی عادی نشون دادن روابط زن و مرد با هم فراتر از محیط زن و شوهر. دقیقاً. زن شوهر داره، دوست تام دیگه هم مردهایی هستن با اونا میتونه خیلی راحت سلام علیک بکنه، محبت بکنه، رفت و آمد داشته باشه، خلوت داشته باشه و همینجور زن و مرد. و این فیلم ها رو هم شما در دایره مستهجن داخل میکنید یا نه فقط همون فیلم هایی که بعضی وقتا فقط رابطه زن و شوهر نشون میدن رو منظور مستهجن هست؟ این فیلم ها ضررشون از اون فیلم ها بیشتره. چرا؟ چین این مقدمه است. آقا سیگار خطرش بیشتره یا تریاک؟ 99 افرادی که به اعتیاد مواد مخدر مثل تریاک و هروین کشیدن از راه سیگار اومدن. پس مشکل بزرگ سیگار است. شطور دوز دوان تخمر میدازید. دقیقاً. اگر ما وقتی که طرف تخمر رو دزدید جلوشو نگرفتیم اومد شطور دوز شد، الان خطر کجا بیشتر بود؟ الان نصف بانک خالی میکنه. دقیقاً. وقتی که در به اصطلاح فیلم‌هایی رو که میاریم تو خونه به اصطلاح نگاه میکنیم، داریم به خانواده یک الگوی شفاف رو تقدیم میکنیم به کل اعضای خانواده، به کل اعضای خانواده، به خانم خودمون، به شیوه نمیدونم پوشاک اینطور باشه عادی هست، شیوه رفتار اینطور باشه عادی هست،
ما داریم غیر مستقیم به افراد داریم میگیم که اینا خوبه خوبه من دارم تماشا میکنم این مدلی باشید دیگه. خب وقتی که اومد به صلاح خانم هم همچین حرکتی رو انجام داد همچنین پوشیشی داشت حالا دیگه چرا نمه به صلاح دعوا دارم اون به جای اینکه سیلی رو تو گوشون بزنم تو گوش خودم بزنم اول آفرین. الان وقتی که ما همچنین لغزش هایی از ما صورت گرفت طرف اومد تو منجلاب افتاد یعنی اینی که من در این گناه بزرگ شریکم شریک جرمم الان اگر بیام تمام گناه رو بذارم روی زن این ظلم است. بله آقا شما میتونید طلاقش بدید اما باید به همون شیوه طلاق به اصطلاح قرآنی. وقتی که در این مدت زمان قرار میگیری کل این ماجرا برات تداعی میکنه. اینجاست که احساس میکنی که تو در این جنایت شریک بودی. خب اینجاست که باید در فکر راه حلی بود. خب زن در یک مثلا گناهی افتاده. این زن که در این گناه افتاده شما شریکی در ساختن مثلا این گناه. الان چیکار میکنی؟ آیا از شانه خالی میکنی از همه اون کمبودهایی که خودت داشتی؟ از همون فضایی که خودش براش به وجود آوردی؟ از همون هول دادنی که خودت هول دادی؟ یا میای نه احساس میکنی که این قربانی هست، قربانی برخی از حماقت‌های من یا جامعه، جامعه ای اطرافی که من هم در به اصطلاح اون شریک بودم. الان دو رو داری، یا اینی که ازش جدا میشی باز هم به یک جدا شدنی که به اصطلاح همون پروسه‌ای که به اصطلاح طلاق هست رو طی می‌کنی، یا اینی که کمکش می‌کنی. یعنی چی کمکش می‌کنی؟ کمکش می‌کنی که از این به اصطلاح مصیبتی که توش افتاده بیرون بشه. یعنی اشتباهی انجام شده، یعنی با کسی رابطه پشیمون شده، کمکش کنی که توبه کنه، کمکش کنی که برگرده. ببینید خداوند ستر داره، انسان‌ها رو می‌پوشونه و خوشش میاد که انسان‌ها هم همدیگر رو بپوشونن. یعنی یک مشکلی به وجود اومده، الان چیکار کنیم؟ یکی از قصه‌های زیبایی که من از یکی از صالحان خوندم، ایشون ازدواج کرد، شب ازدواج زن اعتراف کرد که به اصطلاح فسادی داشته، توی منجلابی افتاده، حامله هم هست. الان این میتونست چی کار کنه؟ میتونست بیا و بگه خلاص شما رو به خیر و ما رو به سلامت. فکر کرد با خودش من این کار رو بکنم خب دلیل هم دارم، دلیل گویاست، طرف حامله است، خودش هم اعتراف میکنه. خب یا من الان یک بدبختی توی مشکل افتاده بیام کمکش کنم. خب تصمیم گرفت که بیاد مرد مردونه این بیچاره‌ای که الان توبه کرده و توبه میکنه و از کار پشیمونه این رو نجات بده. کلن خانم رو گرفت رفت به شهر دیگه، جایی که کسی نمیشناسنش، کمکش کرد در توبه کردن. این اومد وضع حمل کرد، بعد الان مونده بود چیکار کنه؟ این بچه مال اون نیست، این رو اگه بچه خودش بگیره این هم یک ایراد داره. نمیتونه تحمل کنه که هیچ انسانی نمیتونه این کارو بکنه. مشکل خب چیکار کرد؟ همین بچه رو سر صبح که رفت نماز فجر با خودش برد جلوی مسجد گذاشت، رفت تو مسجد. بعد از این که بسیار نماز تموم شد مردم اومدن او یه بدبخت فلک زده ای نمیدونم فلان، و مردم بگو فوش دادن و ایلان و اینکه بچه آورده اینجا انداخته. خودش اومد گفت بعد این بچه چه گناه داره؟ گناه کی کرده؟ مادر و کسی که بسیار خیانت کرده. الان من این بچه رو بزرگ میکنم. بچه رو گرفت آورد بسیار به مادرش داد و الان بسیار تو قضیه بسیار زناشوییشون شروع شد و مسئله حل شد. خب این کار رو هر کس نمیتونه. کسی که همچنین کاری رو میتونه بکنه باید بکنه، و در مقابل این کاری که میکنه حتما اجر و پاداش رو از خداوند میگیره. خب خداوند متعال محسنین رو دوست داره. این دیگه از اینو احسان بیشتر چی؟ ببینید یک
کسی که در گناهی بود اون رو پوشوند. یک بچه‌ای که به اصطلاح یتیم هست نیاز به کمک داره این رو آورد به اصطلاح زیر سرپرستی خودش. یک مادری که میتونست این بچه رو از دست بده و یک مادر داغدار باشه این رو آورد بچه‌ای که به اصطلاح مالش بود و بهش رسوند. و داره از یک به اصطلاح کسی که به اصطلاح تو یک منجراب بزرگ شده اون رو کمکش میکنه و به طرف توبه میکشه. یعنی یک انسانی رو نجات داد، تونست این کار رو بکنه، مبارکه. این دیگه از اولیاء الله هست و هی هرگز خداوند زایش نمیکنه. نتونست خب این مسئله رو با همسرش به اصطلاح هست شفاف باز کنه. من شخصیتم این نیست که بتونم تحمل کنم، اما اینجا باید یه بردونگی دیگه حقش هست که به اصطلاح آبروی این طرف رو نبره. وقتی که خبر بین خودشونه، فقط خبر بین خودشونه، الان نمیتونه به اصطلاح غیرتش این رو بهش اجازه نمیده که به اصطلاح با اون زن دیگه بسازه. خب این رو میاد در همون در تنگترین فضایی که امکان داره، مثلا تنها به پدرش اگر نیاز شد و الا بین خودشون. ما برای هم با هم دیگه نمیسازیم، خب شما راه خودت رو برو، من راه خودم رو برو. چی شد که با هم دیگه نساختید؟ ما به این نتیجه رسیدیم که با هم دیگه مال هم دیگه نیستیم، جفت هم دیگه نیستیم. این به اصطلاح سترش کنه، بپوشوندش و کمکش کنه، نصیحتش کنه که به اصطلاح هم به نفع خودش هم به نفع هم به اون بیچاره رو هم به نفع خانواده است. چون که اگر بخواد این رو بگه که به اصطلاح همچین موردی هست، باید دلیل بیاره و ثابت کنه. باید ثابت کنه و ثابت کردنش در شهر باز وای ولا، باید 4 تا گواه بیاره، 4 تا گواه و شاهد بیاره که اون رو در اثنای ارتکاب جریمه با چشای خودشون دیدن. یعنی اینکه خود زن اعتراف بکنه رسما در جلوی جمع، و این امکان نداره یا خیلی مشکل است. فرزندی در میان باشه و امثال زاد. این مسائل وقتی که به اصطلاح به این صورت بگیریم بهتر همونه که درد سرش خیلی بیشتر، خیلی آروم از هم دیگه به اصطلاح جدا بشن و به اصطلاح پوشونده. چون که اصلا بیان این موارد فساد، ببینید در جامعه خیر خیلی زیاد هست، خوبی و وفا خیلی زیاد هست، شیرینی و سعادت بی نهایت هست، موارد فاسد و پوسیده کمه، اما پوسیده هست. تو یه باغ وقتی وارد میشی که هزاران هزار تا سیب هست، یه سیب پوسیده افتاده رو زمین، بوش همه جا رو گرفته. چیز زشت زود پخش میشه و مردم هم که به اصطلاح رحم نخواهند کرد. خب پس چیکار بکنیم؟ اگر ما این رو مطرح کنیم، دیگران تو خونه های دیگه شک برمیفته، نمیدونم فسادش بیشتر هست. اینه که باید پوشید. آقای اومد، کسی اومدی بود خواستگاری مثلا دخترش مرتکب یک لغزش شده بود و توبه کرده. کسی اومد دید که خیلی دختره مثلا مؤمنی هست، با تقوایی هست، اومد خواستگاریش. الان پدر مونده چه کار کنه؟ بگه بهشون دخترم همچی مورید رو داشته ها، مشکنه یا نگه. رفت پیش حضرت عمر رضی الله عنه مشوره که دخترم همچی مورید داشته، کسی خبر نیست و توبه هم کرده، توبه صادقانه و خیلی از اون وقت پشیمون هست و خیلی انسان پرهیزگاری شده و اینا. حالا کسی اومده من چیکار کنم؟ گفت خداوند پوشوند، یه ستری رو خداوند گذاشت، پرده‌ای رو خداوند گذاشت، اون کسی خبر نیست. تو میخوای اون پوششی که خداوند گذاشتی اون رو برداری؟ خداوند میتونست رسواش کنه، نکرد، پوشوندش. تو میخوای رسواش کنی؟ به خدا سوگند اگر جایی بشنوم که تو رفتی همین حرف رو از این زبانت
حالا اومدی به من گفتی، به کسی دیگه این حرف درز بره، بلایی سرت در بیارم تا دیگه عبرت بشی برای دیگران. این مورد است که ما با انسانها در تعامل هستیم. وقتی با انسانها در تعاملیم، وقتی میدونیم که گناه سر میزنه فلان، این رو بیایم تا حد امکان یه جوری جمعش کنیم که دیگه نصیب بسوزه نه کباب، جوری که خود شخص معترف هست تا اشتباه خودش رو پی بره. حالا جناب دکتر، ما حدوداً 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه. الان خب وقتی که خدای نکرده یک فساد اخلاقی صورت میگیره بین خب برای یکی از همسرها، یک شخص ثالثی وسط هست، یک نفر دیگه ای طرف این قضیه است. الان به عنوان مثال همین موضوعی که ما صحبت میکنیم برای زن، خدای نکرده این اتفاق میفته، خب یک مردی یک خیانتی از اون هم صورت گرفته که طرف سوم این جریانه، الان رابطه شوهر با اون شخص چطور میشه؟ شاید همکاره، شاید تو محیطه، شاید دور آشنا، بالاخره این یک خط سرخی، یک دایره‌ای، بالاخره اون انقدر تونسته نزدیک بشه که این به این هدفش رو خودش دست پیدا کرده، الان چیکار باید کرد با اون شخص؟ اولا با اون شخص دوباره زندگی یا رابطه امکان پذیر نیست. خب دیگه در این قاطعیت اینجا باید کار خودشو بکنه. اگر در یعنی منظورتون از زندگی در با اون امکان نداره، یعنی اون تر محیط یعنی نزدیک داره زندگی میکنه، در محیط نزدیک هست یا به صورت کل محیط کار هست، محیط کار هست، سعی کنه یک با تهدید نمیدونم با هر موردی که هست یا به انگار که مثلا زن میخواد اون رو تهدید کنه به هر شیوهی که خودش مناسب میدونه، از خود و از خانواده و از اون فضا اون رو ترد کنه. اگر میخواد با این زن بمونه، خب باید اون رو کلن از اون فضایی هست به صلاح بیرون کنه. خانمش رو یا اون شخص رو؟ اگر میخواد با خانمش بمونه. خب خانمش رو چطور بکنه؟ اون طرف رو که شاید اصلا نتونه بیرون کنه، مگر اون طرف کارمند یکی داره. کارمند یکی داره، رابطهش رو با اون کلن از آشنایانه، یکی از آشنایان است که نمیشه که از آشنایی یا از خویشاوندی بیرونش کرد، اما میشه از دایره خانواده خودش کلن تردش کرد. روابطش رو با اون یک انسان خائن است، یک گرگ است. حالا با این گرگ میخوای چطور رفتار کنی؟ با این گرگ توبه گرگ همون است که به اصطلاح باش گرگانه رفتار کرد. خب یک کسی است که نه اخلاق سرش میشه، نه انسانیت سرش میشه، یک گرگ درنده است. این رو باید از محیطی که به اصطلاح توش زندگی میکنه، زندگی خانوادگیش، حتی اگر مثلا به اصطلاح حالت بحرانیش نرسیده بود، در حد سلام علیکم و رفت آمد و بگو بخند، شاید حتی در یک حد سلام بگو بخندی هست، قاطعانه هم با همسرش، همسر کلید قطع رابطه با اون هست. بله. خب یه طرف وقتی که چراغ سبز اون نشون داد، چراغ سبز نشون داد، اون اومد، میتونه چراغش رو قرمز کنه، رفتارش رو سخت کنه. خب نیاز شد دعوا رو بندازه، نیاز شد چند تا برای بیرای خیلی بد هم بهش بگیم. یه مواردی که فوش خیلی جالبه است همین موارد هست. چند تا فوشی بده که دیگه اون داغ کنه و دیگه اصلا کلن از اون محیط. همیشه در مسائلی که به صلاح رو به طرف رو به لغزش میندازه، هر کس، حالا هیچ موردی به وجود نیومده باشه، طرف میدونه شما زن یک کسی هستی، برادر، شوهر، نمیدونم خیش، آشنا، تا دیدی که یک مقداری به اصطلاح داره از دایره و حد خودش هر چیزی مرزبندی داره، واسه همینه این خطرات کجا بیشتر جلوه میده؟ در خانواده ها، نمیدونم پسر عمو، پسر دایی، نمیدونم برادر، واسه همینه که رسول صلی الله علیه وسلم اینها رو خطش رو خط مرگ نامید. الحم والموت خیشا مثل مرگ هستند، برای مرگ باید مرزبندی گذاشت. آقا اینا زهرند، با زهر باید مثل زهر رفتار کرد. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوای منتقلش کنی از جای دیگه باید دستکش بذاری، نمیدونم نزدیک نشی، بهش دست نزنی، خیلی محتاط باشی در مورد خیلی محتاط تعامل با اون. دقیقاً. چرا؟ چون که اولا فضای لغزش زیاد هست، ثانیاً فضای شک هم زیاد هست. وقتی که شما میگیرید با نمیدونم برادر شوهرت بگو بخند را میندازی و نمیدونم شوخی میکنی و فلان میکنی،
خب شوهر شروع میکنه به شک کردن در حالی که هیچ موردی برای شما یا تو ذهن شما نبود. باید این مرزبندی ها رو به شدت رعایت کرد تا احساس کردید که مثلا طرف میگه که خانم فلانی من خیلی از شما خوشم میاد، خیلی شما رو دوست دارم، دوستی تو بذار برای خانمت، چرا برو مادر تو دوست داشته باشی، زن بیگانه رو چرا دوست داری؟ یه جوری برخورد کن تا اون بفهمه که جناب اینجا یه صدهایی هست دیگه، نباید اینجوری صحبت کنه با شما. یک بار دیگه از این به اصطلاح ادبیات گفتاریشو تغییر بده، استفاده کردی حرفایی از من خواهی شنید که دیگه نه لیاقت خودت تو داره نه لیاقت من. خب تا طرف ببینید هر چقدر انسان برای خودش احترام، ببینید من احترام میخوام، نمیدونم خوبی میخوام، نمیدونم ارزش میخوام، خداوند متعال به ما فرمول داده، فرمولش لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. من از شوهرم احترام و ارزش و چی باید بهش بدم، این چیزیه که من دوستش دارم، باید اون چیزی که دوست دارم چیزم فدا کنم همونو بهش بدم، بهش محبت بدم تا به من محبت بده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون چیزی که میخواید دوست دارید اونو بدید تا به بر و خوبی و سعادت برسید. به شوهرم محبت بدم، عشق بدم، ارزش بدم تا همین ارزش، همین محبت، همین انعکاس رو در من داشته باشه. مرزبندی ها رو رعایت کنم، هم شوهر هم به اصطلاح زن در رفتار با شوهر با به اصطلاح خانم های دیگه یه مرزبندی باید داشته باشه. این به معنای این نیست که ما با همه دعوا را بندازیم یا بدبین باشیم به همه، یا بدبین باشیم، اما باید به همه نشون بدیم که ما خیلی همدیگر رو دوست داریم. خانه ما خانه عشق هست، خانه ما خانه محبت هست، دیوارهای عشق ما خیلی بلنده و محبت ما ناگسیختنی است. تا کسی به خودش این اجازه رو نده که در این دور و پر بپره. خیلی ممنونم جناب دکتر. ما 2 دقیقه فقط تا پایان برنامه امروز فرصت داریم، ان شاء الله ادامه این موضوع باشه برای برنامه‌های بعدی. صحبت پایانی شما بیننده‌های عزیز. من فقط به این نقطه اشاره کنم که در مسائل خیانت‌هایی که رو میده خانواده شریک جرم است. خب باید همه اون کانال‌هایی که باعث میشه ما به همدیگه شک کنیم، ما نمیدونم به اصطلاح خیلی خوشم اومد، یه خانمی بود که شوهرش خیلی حساس بود، بابا به هر کی واتساپ میزنه و نمیدونم فلان میده، این کیه؟ بعضی خانم‌ها باز چیکار میکنن؟ تو پروفایلشون عکس شوهرشون رو میذارن. خب این میبینه بابا شوهر درست اسم زن هست اما عکس مردی هست، این براش قلب فرستاده، فلان فرستاده، تا احساس کرد که شوهرش همچین حالتی داره چیکار کرد؟ اصلا از اون روزه که تلفن چی استفاده نمی‌کنه، تلفن عادی قدیم یه سنگ پا برداشته با همون هدف چی هست؟ هدف من میخوام که روابط با دیگران برقرار کنم، خونه خودم رو ویران کنم، میخوام خونم رو آتیش بزنم تا دیگران روشنایی پیدا بگیرن، دیگران گرم بشن، خونم خود آتیش بزنن. نه، این که شرط عقل نیست، اینه که ما سعی کنیم این کانون محبتی که داریم این رو حفظش کنیم، هر چه که بسرا باعث میشه این فضا آلوده بشه این رو جلوش بگیریم. مهمترین مواردی که ما بسرا ازش بهش زیاد اهمیت نمیدیم این بسرا فیلمها و فرهنگهای دیگران هست. فرهنگی که از جای دیگه میاد، آقا یک فیلم یک نمیدونم صحنه نیست، یک اکشن نیست، یه فرهنگ داره، یک ادبیات خاص خودش را داره، احساسات رو منتقل میکنه، همونجور که ما فیلمو میگیریم میخندیم باش نمیدونم گریه میکنیم متاثر میشیم فلان میشیم، این احساسات منتقل میشه. بس این رو باید بدونیم وقتی که ما آوردیم مثلا بنزین گذاشتیم تو خونه خودمون، گاز رو گذاشتیم تو خونه خودمون، دیگه با یک کوچکترین جرقه انفجار به وجود اومد، اینجا دیگه نباید گاز رو نفرینش کرد، نباید بنزین رو نفرینش کرد، باید بدونیم که اشتباه از خودم. هر فیلمی یه سرگرمی نیست، فقط یه قضاوت فرهنگیه
که برای اغراض خاصی تهیه میشه. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر از حضور شما در برنامه امروز، استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر میکنم از احمد جان، منیر احمد جان و فرید عزیز، رفیع الله و جاوید جان که جدیدن به جمع ما پیوستن و خوش آمد میگیم بهشون، و همه عزیزانی که تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما همچنان مستدام باشه. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگان خودمون رحمت، بخشش و مغفرت خواهانی، و برای همه کسانی که هستن فعلا از امت اسلامی استقامت تا آخرین لحظه حیات رو تمنا داریم، و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به یاری الله متعال و تا اینکه برنامه بعد ان شاء الله به یاری الله متعال در خدمت شما باشیم به الله متعال می سپاریم و منتظر دعاهای خیرتون هستیم. جزاکم الله خیر. سلام الله علیکم. سلام علیکم. خیلی ممنون.